شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستین. لقمان و زانیار مرادی در دیماه سال گذشته از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام قتل سعدی پسر امام جمعه مریوان و محاربه و مفسد فی الارض به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. پسر امام جمعه شهر مریوان در 14 تیر ماه 1388 به همراه دو نفر دیگر، هادی و عبدالله، توسط افراد مسلح کشته شدند. عثمان مرادی پدر لقمان مرادی میگوید که پسرش مورد شنیع‌ترین و کثیف‌ترین شکنجه های وزارت اطلاعات قرار گرفته و برای نجات از این شکنجه های قرون وسطایی اتهام قتل را پذیرفته است. اقبال مرادی پدر زانیار مرادی میگوید که اخیراً لقمان و زانیار مرادی نامه‌ای منتشر کرده اند و در این نامه گفتند که اعترافات ما زیر شکنجه و فشارهای زیادی بوده است. حکم اعدام زانیار مرادی از سوی قوه قضاییه ایران مورد تایید نهایی قرار گرفته است. همینک اقبال مرادی رو روی خط برنامه داریم. اقبال مرادی پدر زانیار مرادی است. ما به شما شب بخیر میگیم و سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه پذیرفتین. من به نوبه خودم تمام شنوندگان محترم سلام دارم. آخرین وضعیت زانیار و پروندش رو برای ما و شنونده هامون بگین لطفا. همانطور که خودتون اطلاع دارید زانیار و لقمان محکوم به اعدام شدن در رابطه با قتل فرزند امام جمعه مریوان و دو تن از دوستانش. حدوداً 21 ماه تو زندانن. اینا این دو بچه اصلاً هیچ گونه ملاقاتی نداشتن بجز دو بار که ملاقات کوتاهی با پدر و مادر من که در ایران بسر میبرن ملاقات داشتن و هیچ نوع ارتباطی با هیچ یک از بستگانش نداره، مخصوصاً زانیار. آخرین ملاقاتی که با زانیار داشتین گفتین کی بوده؟ حدوداً قبل از اعزامشون به زندان تهران بوده، حدوداً 6 الی 7 ماه پیش بوده، فکر کنم در همون موقع بوده. زانیار در حین دستگیری چند سالش بود؟ کمتر از 18 سال سن داشتن. و با این وجود قوه قضایی رژیم ادعا داره که ایشون مرتکب قتلی شده و یا ترور به اعتباری که خودشون گفتن شده با این سن و سال؟ من از جزئیات پرونده زانیار فقط همینو میدونم که روی سایت های اینترنتی یا رسانه ها پخش میشه. خود نظام و خانواده مقتولین هم میدونن که این اتهام ها خیلی نابجا و نارواست. با اعدام کردن این جوانان مبارز و یا زندانی کردن آنها نمیتونه ندای آزادی مردم رو در نطفه خفه کنه. پشت شدن آنها کسی نیز جز عوامل مزدور خودش، کسی به نام هیوایتا و عواملش، که این خود مردم منطقه و خانواده مقتولین هم خود به خوبی این رو میدونن و از ترس رسوایی سناریویی به نام دستگیری این مزدور محلی خودشون که کشته شدن ده ها نفر با مجوز خود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی منطقه صورت گرفته و در حال حاضر با سناریویی به نام دستگیر کردن آنها درست کرده و میگویند که در زندان بسر میبرن میباشد. حال این سوال پیش میاد که تمام مردم میدانند که آیا بیش از 60 نفر رو کشته چرا محاکمه نمیشود، ولی این دو بچه را میگیرند و بعد از مدتهای زیادی که در سلولهای اطلاعات بسر میبره اتهام ترور با آنها میزنند و این بچه ها خودشون در رنجنامه‌ای که اخیراً منتشر کردن و در سایت‌های اینترنتی پخش شده به موضوع بیگناهی خودشون اعتراف کردن که دستخوش توطئه و شکنجه های وحشیانه رژیم قرار گرفته و من فکر میکنم که اصلا و ابدا این دو بچه
نمیتونن این کار بکنن یا کار اونها نبوده، بلکه کار خود نظام بوده، چون که به قول خود بچه ها میگوین که نظام قربانی میخواد، میخواد ما را دستخوش توطئه های خودش قرار بده. ما در رابطه با هیواتاب، شخصی که شما بهش اشاره کردین که مرتکب جنایت زیادی در شهر مریوان شده، گزارشاتی به دستمون رسیده که قطعا در یک ویژه برنامه‌ای به اون خواهیم پرداخت. برخورد رژیم با شماها و کلن خانواده زانیار و وکیل اون چطوری بوده؟ من خودم که در کردستان عراق بسر میبرم، زانیارم پیش پدر و مادرم بود، پدر و مادر پیلی دارم که به درخواست اونها زانیار پیش اونها مونده بود، زانیار پیش پدر و مادرم بود. قبل از دستگیریم حدودا دو مفصیه ما قبل از این که با این اتهام دستگیر بشه، یه بار چند بار از طرف خود اداره اطلاعات بهش هشدار داده بودم دستگیر شده بود، ولی دستگیری های کوتاه مدت دو روز و سه روز بود و منم این خطر رو احساس می کردم، چون که خود نظام قبل از اون، قبل از حدودا دو ماه قبل از دستگیری نظام، خود تروریستانش رو فرستاد که تمام مردم می دونن من درخواست عراق مورد ترور نظام قرار گرفتم و به شدت هم زخمی شدم. می دونستم که در ترور من ناکام میمونه، بالاخره مشکلی برای این پسر به وجود میاد و همین طور هم شد متاسفانه. اگر امکان داره در رابطه با اقدامات تاکنونی که انجام شده در دفاع از زانیار و لقمان و لغو حکم اعدامشون هم کمی برای ما و شنونده هامون صحبت کنید. تا اونجایی که من اعتراف دارم وکیلی رو گرفتن که اسمش هم نمیدونم، اینو خانواده هم بهم گفتن، متاسفانه نتونسته هیچ گونه دفاعی از این بچه ها بکنه. کس موکیلی هم که میتونن این پرونده های سیاسی رو با عهده بگیره، توسط خود رژیم یا در زندان بسر میبرن یا با آنها حمله میشه یا مورد تهدید قرار میگیره که همچین پرونده های رو اصلا نپذیرن. و من در وضعیت زانیت در رابطه با وکیلش واقعا که تا اونجایی که اطلاع دارم هیچ گونه اقدامی نشده، فقط یک مثل یه وکیل تسخیریه بیشتر. در پایان اگه صحبتی با نهادها، سازمانها، احزاب مدافع حقوق انسان در داخل و خارج از کشور دارین میتونین از این تریبون اعلام کنین. ضمن تشکر از تمامی کمپین های دفاع زندانیان سیاسی و جنبش هایی که علیه اعدام های بیرونی نظام شکل گرفته، از سازمان های حقوق بشری درخواست کمک دارم که جلوی این اعدام و خشونت زندان ها را بگیرن و درخواست کمک از آنها داریم، چون همه ما در مقابل سرنوشت این زندانیان واقعا مسئول هستیم. سپاسگزارم از شما اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی، و با امید و آرزوی آزادی زانیار و لقمان. منم از شما تشکر می کنم که این فرصت رو به ما دادید بتونیم از طریق شما با مردم صحبت میکنیم و جزئیات و واقعیات پرونده این بچه ها رو به اطلاع مردم برسونیم.